بیننده خبرهای صدای آمریکا هستید. در افغانستان ده ها نفر بر اثر دو انفجار در روز سه‌شنبه کشته شدند. مقام های افغان میگویند شش نفر بر اثر انفجاری در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل کشته شدند. کمی پیش از آن دست کم 22 غیر نظامی بر اثر انفجار بمب دیگری در ولایت پروان در شمال کابل جان خود را از دست دادند. هوشمند میرفخری و جزئیات بیشتر این باره. پلیس کابل میگوید روز سه‌شنبه بمبی در نزدیکی سفارت آمریکا و در مجاورت یکی از پادگان‌های ارتش افغانستان در آن شهر منفجر شد، اما از ذکر جزئیات تلفات و خسارات به بار آمده خودداری کرد. دقایقی پیش از آن بمب دیگری در شهر چاریکار در ولایت پروان در شمال کابل منفجر شد و شماری از غیر نظامیان از جمله تعدادی زن و کودک در این حادثه به خاک و کن کشیده شدند. انفجار ولایت پروان در نزدیکی میتینگ انتخاباتی با شرکت اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان اتفاق افتاد، اما به آقای غنی صدمه ای نرسیده است. 14 مجروح حادثه امروز را به بیمارستان وزیر اکبر خان آوردند که برخی از آنها تحت عمل جراحی قرار گرفتند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 11 روز دیگر برگزار می شود و به دنبال شکست مذاکرات آتش‌بس افغانستان بین آمریکا و طالبان که در دوحه پایتخت قطر انجام می‌شد، فرماندهان شبه نظامیان طالبان گفتند که روند برگزاری این رأی‌گیری را مختل خواهند کرد. امدام دروازه پیجنتون بودم، می‌خواستم داخل برم که یک نفر آمد گفت یکم رابطه، دو نفر از ما پیشتر بود، گرم صدا شد، دیگه نفهمیدم چی گفت. طالبان افغانستان مسئولیت دو بمبگذاری تقریبا همزمان در کابل و در ولایت پروان را قبول کرده اند. هوشمند بی‌فخرایی صدای آمریکا.